به نام خدا. خانم و آقایون ما سلام، ممنونم که پای تلویزیون نشستید، برنامه خودتون خط قرمز رو انتخاب کردید. اخبار ورزشی تو این چند روزه تو ایران خیلی زیاد بود. امروز مهمترین خبر خداحافظی آقای سعید علی حسینی از دنیای وزنه‌برداری بود، قهرمان به نام کشورمون. به هر حال بر حسب سهل‌انگاری خودشون متاسفانه شانس حضور در المپیک 2020 رو از دست دادن و ترجیح دادن که از دنیا قهرمانی خداحافظی بکنن. ما هم خسته نباشید میگیم خدمتشون و تشکر میکنیم بابت لحظات شادی که برای ما ساختن. در ورزش کشورمون یه خبر خوب امروز مثل بوم صدا کرد، استعفای معاون قهرمانی وزارت ورزش آقای دکتر داورزنی که البته گفتن که سر همین مدرک دکتراشون هم یه سری موضوعات و مشکلات بوده که حالا مکاتبه‌ای بوده یا هر چیز دیگه‌ای، به هر حال استعفا دادن، خدمت و میز خدمت رو تقدیم میکنن به دوست عزیز دیگری و برای انتخابات والیبال حاضر میشن که به هر حال خیلی محتمل هستش که رئیس فدراسیون والیبال بشن. به هر حال آرزو موفقیت برای ایشون هم داریم، امیدواریم که اگر برگشتن والیبال، شرایط بحرانی که تو والیبال تو این خصوصا یک سال اخیر داشته رو برگردونن به حالت عادیش، امیدواریم. در فوتبال ساحلی هم کاری کردیم کارستون، بازی فینال با اسپانیا 2-0 جلو بودیم، 2-2 شدیم، 3-2 عقب افتادیم و 6-3 بردیمشون، قهرمان جام بین‌قاره‌ای شدیم. این تیم فوتبال ساحلیمون هم همون تیم‌های دوست داشتنیه و خیلی مظلومه که واقعا برای بچه‌های ساحلی کشورمون با قراردادهای اصلا ناچیز که اصلا قیمتش شاید خنده‌داره، شاید پول تاکسیشون هم نشه، دارن زحمت می‌کشن تو فوتبال ساحلی کشورمون و افتخار آفرین می‌کنن، جزء تیم‌های استخوندار و مدعی دنیا هستن و خیلی قابل احترام. همیشه جزء 3-4 تا اول دنیا بودیم، به هر حال ثبات مدیریت دارن. مسئول اصلیشون خانم شهریاری هستش که واقعا بدون حاشیه، بدون تو بوق و کرن و کردن کاراشون میبینیم که بی سر و صدا دارن کار میکنن و همیشه فوتبال ساحلیمون خیلی خوب نتیجه گرفته و جالب این که با مربی ایرانی بوده قهرمان بین‌قاره‌ای شدیم و تحسن نباشید میگیم، خصوصا خدمت های هاشمپور. من ضربان قلبم بالاست به خاطر اینکه پنجشنبه صبح به وقت لس آنجلس میشه، یعنی بامداد فکر میکنم ساعت 2-2:30 صبح میشه، به وقت ایران هم که بعد از ساعت 4:30 فکر میکنم میشه. بازی ایران و عراق داریم، بازی که در خدا رو شکر در اردن میخواد برگزار بشه، ولی تو این 3-4 روزی که منتهی به این بازی اخبار حواشی تیم ملی خیلی زیاد بوده و اینکه نمیدونم یه دست هایی پشت پرده است که هم تیم ملی رو دچار حاشیه کنه، هم مردم رو یه مقدار نگران بکنه، همین که شرایطی بشه. ما بازی عراقمون خیلی مهمه، بازیه که به هر حال اگر خدای نکرمو به عراق امتیاز بدیم شرایط صعودمون سخت میشه و اینکه میگم یه سری خبرنگار و نمیدونم دلارشناس و کارشناس میگن، دلارشناس میگن نمیدونم، بیشتر بگم دلارشناس تو این ور اون ور دنیا تریبون دستشون گرفتن علیه تیم ملی، علیه ویلموتس دارن حرف میزنن و یه چند تا هم خبرنگار تو ایران، نمیدونم خبر دلار یا خبرنگار، به هر حال تو ایران دارن این قضیه رو ادامه میدن، یه زنجیروار یه کارهایی دارن میکنن که اصلا چشمندی نیست، دستشون روه، ولی حالا اینکه چرا مسئولین نمیخوان برخورد بکنن جای سوال داره. یکی دو تا تصویر داریم اگر همکاران خوب من اینا رو بریم. یه توییت آقای هادی خان فیاضی گذاشته بود، مدیر مسئول محترم و تأثیر کرده و کاربلد روزنامه دوست داشتنی خبر ورزشی، در مورد قرارداد گفتن قرارداد سالیانه ویلموت 3 میلیون دلاره، به هر حال ایشون توییت کردن که اینو شفاف سازی کنه. آقای تاج گفتن که برخورد قاطع میکنیم و ایشون گفتن مثل همه تیمای دنیا قرارداد رو منتشر کنید به جای اینکه برخورد قاطع بکنیم. حالا صفحه بعد رو اگر بریم، مدیر برنامه های ویلموتس، اصلا قصه اینجا شروع شد. مدیر برنامه ویلموتس گفت قرارداد سرمربی تیم ملی دستانه برای سال اول 3 میلیون یورو بوده است که همینجا به قول معروف جرقه اختلافات شروع شد که چرا کیروش کمتر میگیره، ویلموتس بیشتر داره میگیره. صفحه بعدی اگر بریم، ایسنا هم جالب این که زده بود که مذاکره ایران و ویلموتس پایان قرار توافق 1-3، بعد در دوباره اومدیم اینجا، دوباره الان رسیدیم که قرارداد شده 4.5 بعد برای 3 سال، هر لحظه یه جوره. حالا
میگن که قرارداد 3 میلیون دلاری برای سال اوله. حالا صفحه بعدی رو اگر بریم ببینیم، بعد مبلغ روزنامه اقتصاد نیوز هم جالب، حالا اقتصادی هم خیلی دو تا چهار تاشون خوب شد، این همه پول توی اقتصاد و نمیدونم صنعت و اینا گمگون میشه گیر دادن به این فوتباله. مبلغ قرارداد ویلموس و دستیارانش لو رفت. فکر کنم اولش اگر فدراسیون فوتبال اینا رو منتشر میکرد دیگه حاشیه اینجوری درست نمیشد. صفحه بعدی رو اگر ببینیم، آقای تاج هم گفته مبلغ قرارداد ویلموس 3 میلیون دلار نیست. اینفانتینو هم که قرار نیست، حالا اون بحث دیگه است. آقای تاج به هر حال به عنوان بالاترین مقام فدراسیون فوتبال گفت قرارداد ویلموس 3 میلیون دلار نیست. حالا صفحه بعدی رو اگر ببینیم، خب تو این 3-4 روزی که منتهی به بازی عراقه و خیلی ها از کارشناسا میگن بازی مرگ و زندگی برای ما، مربی تیم ملی ما، حالا یه سری موضوعاتی بوده که بحث انتقال پول بوده یا هر اتفاق دیگه‌ای بوده، پولش نگرفته بود، سخت بود باش بیاد. مربی که به هر حال مثل مربی قبلی وامدار و تو دامن هیچ جریان رسانه‌ای و پشت پرده نیست. انتخاب کمک مربیش آقا وحید هاشمیانی انتخاب کرده که خود هاشمیان هم مربوط به هیچ دسته رسانه‌ای نیست، بدون حاشیه دارن کار میکنن. حالا اینکه 3-4 روز قبل از اینکه به قول معروف بازی حساسی ما داریم، این موضوعاتی که استارتش از انگلیس خورده میشه، به هر حال از یه کانال ماهوره‌ای آقای دلارشناس میاد صحبت میکنه علیه تیم ملی، علیه حتی انتخابایی که آقای ویلموس انجام میده که با مهمون برنامه هم راجع به این موضوع بحث میکنیم، از اون ورم رسانه‌های داخلی شروع میکنن 3 روز مونده به بازی حساس ایران عراق آقا مبلغ چقدر بوده، چرا گرفت، چرا برد و اینا رو میتونن جمعه هم شروع بکنن به صحبت کردنش. حالا این 2-3 روزه زیاد هم لازم نیستش که هم تیم ملی تحت فشار باشه هم ویلموس تحت فشار باشه که حالا مبلغ قرار حالا هر چقدر بوده، چه 3 میلیون چه 3 میلیون دلار بوده، نوش جونش این موضوع فدراسیون فوتبال روز اول اگر منتشر میکرد دیگه کار به اینجا نمیکشه. همش یه جورایی این فدراسیون هم فدراسیون سکوت باید اسمشو بذاریم، یه جاهایی هم سکوت زیادی که آقای تاج داره میکنه، حالا نمیدونم برای چی داره انجام میدن، درست درمون نیست. این اتفاقا میفته. به هر حال ما بازی خیلی حساسی با عراق داریم. امروز راجع به بازی ایران عراق با یکی از پیشکسوتان به نام فوتبال صحبت می‌کنیم. راجع به موضوعهای حاشیه‌ای هم که دست‌های پشت پرده چی کار دارن می‌کنن هم در حد توانمون صحبت می‌کنیم. قضاوت با خودتون دیگه. حالا البته این دوستان قطعا بعدش حرف و حدیث درست میشه برامون، ولی به هر حال قضاوت با خودتون مفعه. به احترام شما دوست داریم که یه مقدار شفاف‌سازی بکنیم، شاید باعث این بشه این عزیزان حداقل این 3-4 روز رو سکوت بکنن. میریم یه گزارش میدیم، برمیگردیم با این مهمان عزیز همراه هستیم. فقط ارتباط از محمد هادی، به زیبایی کریمی توپ رو میگیره، خود کریمی دو سه بازیکن از پیش رو برمیداره، یه فرصت برای گل رو میگیره کریم باقری، بلافاصله روی ضد حمله. حالا علی کریمی خودش پا به توپ جلو میاد از سمت راست، علی کریمی یک پاس رو به بیرون، فرصت برای زدن دروازه توی دروازه مهدی مهدوی کیا و حساب کار 1-0 برای ایران. ورزشگاه سر از پا نمیشناسه. زیبا بود حرکت علی کریمی، یک جابجایی مؤثر با ایران. حال و هوایی بسیار تماشایی و پرشور هست. زیبا بود حرکت علی کریمی، پاس رو به عقب او برای مهدی مهدوی کیا، بغل پای فنی و دقیق از او، حساب کار رو 1-0 میکنه. رو زد اما جایگیری مناسب میرزاپور اجازه کار رو نداد. حالا علی کریمی یک پاس رو به جلو، جواد نکونام میتونه ضربه رو بزنه، یک تعلل از او میشه که چرا این توپ گل نشد. یک بار دیگه، این بار آفساید اعلام نشده، فرصت برای مهدوی کیا، یک ملت پشت توپ مهدوی کیا، توی دروازه. آفرین علی کریمی، آفرین به مهدی مهدوی کیا و آفرین به همه برابرچه‌های خوب تیم ملی. مهدی مهدوی کیا، ضمن اینکه شما تصویر آهسته رو میبینید و بغل پای تمام کننده علی کریمی، سوت پایان این دیدار با برتری 2-1 تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر عراق به صدا در میاد. خب
یکی از بازی‌های خاطره‌انگیز ایران و عراق رو دیدیم، بازی که به هر حال آمتی مرتبکی و علی آقای کریمی، خیلی از فوتبالیستایی که باهاشون خاطره داریم، بازی به یاد ماندنی انجام دادن. ما اصولا جلوی عراق که حالا میگن گربه سیاه ماست، ما اصولا خوب بازی کردیم و اینکه همچین هم گربه سیاه نبوده تو موقعی که دلمون خواسته بردیمشون. حالا این میگم خصوصا این کشورک های اطرافو که به راحتی بردیم، فقط میگم یه سری حواشی درست میشه که به قول معروف بیشتر از داخل این تشنج ها و حواشی که برای تیم ملی فوتبال شروع میشه. به هر حال امروز افتخار اینو داریم که با یکی از پیشکسوتان به نام فوتبال کشورمون، بازیکن اسبق تیم ملی، مربی اسبق تیم ملی، کسی که به هر حال از کارشناس های به نام فوتبال کشورمون هست و به روک و راست بودن همیشه شهره است، افتخار اینو داریم که با آقا نادر فریاد شیران هم صحبت هستیم. آقای فریاد شیران سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر. آقای امیدی منم خدمت شما همینطور مخاطبین خوبتون بخصوص ایرانی ها و هموطن خوب در اقصانات دنیا عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که روز شب خوبی رو طی کنید. سلامت باشید نادر خان. نیاز به گفتن نداره، به هر حال کمتر از 3 روز دیگه ما بازی حساس با عراق داریم، بازی که خیلی بازی یه جورایی میشه گفت یه جورایی مرگ و زندگی دیگه. اگر خدا بخواد ما این 3 امتیاز رو بگیریم، شرایط صعودمون مهیاتر میشه. به هر حال شما روی نیمکت تیم ملی سابقه حضور مقابل تیم عراق داشتون، تیم جام ملت‌های 96، اون تیم دوست داشتنی که به قول معروف اصلا شاکله نسل 98 رو، همون تیم حاج آقا مایلی کهن و شما استارتش رو زدید، اون تیم دوست داشتنی که تو جام ملت‌ها فکر کنم سوم شدیم. بازی اول اون با عراق بود، تجربه مسابقه روبروی این تیم رو دارید. این بازی رو چجوری می‌بینید با شرایطی که به هر حال عراق داره و ایران داره و بازی هم که در یه کشور بی‌طرف داره انجام میشه؟ امید جان من اگه بخوام یه مقداری راجعه به خصوص تیمایی که همسنگ ایران هستن به جهت فیزیولوژی و به جهت فیزیکی، شما تردید نکنین ترکیه، سوریه، عراق خیلی تفاوت دارن با کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات، بحرین، قطر، خود عربستان. اینا از نظر شرط فیزیکی خیلی به ما نزدیک هستن، حتی میدونین که سالیان سال یه کشور بودن بعضی هاشون و در تصرف ایران بوده و بعد زمان عثمانی ها جدا شدن، ولی حتی ما اندازه ژنتیکی هم با عراقی ها با این منطقه حتی نزدیک و هم دیگه در ارتباط بودیم و وصلت های صورت گرفته. اینا از نظر بدنی و نظر فیزیکی خیلی شبیه ما هستن. اصولا بازی کردن با این تیم ها همیشه برای ما سخت‌تر از بازی کردن با تیم های خلیج فارس بوده، حوزه خلیج و عربستان و قطر و بحرین و امارات و اینا سخت‌تر بوده، ولی من اعتقادم که در این حال که سخت استش، ولی ما توی مقاطعی همون بازی که ما جلوی امارات بازی کردیم، تو امارات با عراق و 2-1 باختیم، اولا یه ترکیب جدیدی بود، تا همون مسابقه عراق خود شد و بالا نیمد، ما عربستان صعود کردیم، ولی عربستان عراق بدونید که سابقه قهرمانی آسیا جام ملت‌ها رو داره، ما چندی سال این مقام نبردیم، هرچی مقام بوده سومی بوده قبل از انقلاب و مربوط به جام، اگه قهرمان جام ملت‌ها شدیم مربوط به قبل از انقلابه. این نشون میده که فوتبال عراق فوتبالیه که در واقع پتانسیل این داره که پیشرفت کنه، ولی فوتبال ما و شرایط تیمی ما به نظر من میچربه به عراقی ها. درسته توی کشوری سالسی امان اردن بازی میکنیم، ولی من خیلی امیدوار هستم که انشالله این تیم بتونه ببره و دل مردم شاد کنه و شانس حضور در جام جهانی رو ما تقویت کنیم، که غیر از این اگه باشه طبیعتا یه راه سختی رو طی کنیم و این زیبنده یه فوتبال کشورمون نیست. نادر خان تو این 3-4 روز منتهی به بازی عراق ما، به هر حال من قبل از اینکه شما تشریف بیارید توضیح دادم، وینموتس اومد سرمربی فوتبال کشورمون شد، سرمربی که تیم رسانه‌ای نداره، کارهای حاشیه‌ای نمی‌کنه، بیانیه نمیده، اسامی تیم ملی رو تو اینستاگرام و فیسبوک معرفی نمی‌کنه، به ایران و ایرانی داره احترام میذاره و اصلا اهل حاشیه و اینا نیستش. صحبتش هم اصولا حالا با آقای تاج مسئولی فدراسیون خصوصیه، به جای اینکه هر روز تو فیسبوک و اینا باشه. کمکی هم که انتخاب کرد، به هر حال شما کارشناسای فوتبال، کارشناسای
پاک و درست فوتبال، همه معتقدن که وحید هاشمیان از فوتبالیستای خیلی مطرح فوتبال کشورمون و از مربیای خیلی خوبه، عضو هیچ جریان رسانه‌ای نیست، ولی تو این 3-4 روز اخیر اصلا آی ویلموس فکر کنم تیم رسانه‌ای چون نداره مثل مربی قبلیمون، تو این چند روزه نمیدونم هدفدار استارت موضوع جدیدن فوتبال ایران هم اینجوری شده، از نمیدونم یه کانال ماهواره‌ای میخوره، یه سری خبرنگار هم تو ایران اینو بست و گسترش میدن، آقا قرارداد ویلموس 3 میلیون بوده، 5 میلیون بوده، چقدر بوده، شفاف سازی کنید و اینا. البته که حق اذهان عمومی و کارشناسانی که بدونن قرارداد سرمربی فوتبال کشورمون چه، ولی چطور 3 روز مونده به بازی حساسمون، یعنی واقعا این کارشناسا و برخی از رسانه‌ها، با اجازه شما من یه سری از کارشناسا رو اسمشون رو گذاشتم، دلارشناس و با احترام به همه خبرنگارا، اون 1% که به خور موضوع دارن اسمونو هم گذاشتم خبر دلار، یه جوی رو درست کردم برای فوتبال کشورمون و ویلموس تحت فشار گذاشتم، قراردادش 3 میلیونه. حالا مثلا این صحبت‌ها اگر جمعه اتفاق بیفته خیلی سخته، الان 3 روز قبل از بازی دارن راجع به این موضوع صحبت، من ببخشید زیاد حرفم. جمله آخر این که میگم استارتش هم از یه کانال ماهواره یا یه جای دیگه شروع میشه، یا آی دلارشناس میشینه اونجا، خودش به هر حال متاسفانه بازیکن تیم ملی بوده و متاسفانه هم دور شما فکر کنم دعوت شده. نظر شما چیه؟ والا قبل از اینکه من بخوام از آقای ویلموس و یا رفتارشون و مقایسه رفتارشون با آقای کیروش مقایسه کنم، ما یه مشکلی تو فوتبال کشورم داریم، اونم سوء مدیریت، در واقع مدیریت فوتبال ماست. آدم های غیر متخصص و غیر فوتبالی خودشون رو چسبوندن به فوتبال کشور ما، الان نزدیک به 12 ساله آدم های غیر فنی و غیر متخصص سکاندار هدایت فوتبال کشور ما شدن، از آقای تاج بگیر تا آقای کفاشیان، حتی تیم همراهشون الان یه نفر فقط آقای ابراهیم شکوری را بردن، الان از که 8 ماه اومده، شما بگو دریغ از این که بهش بگن آقا شما دبیری، سرپرست دبیر کلی گذاشتن، یعنی اونم توی گروکشیه. این بماند ضعف عمده ما مدیریت فوتبال ماست که کیروشو که میتونستن کنترل کنن و نذارن هر روز بیانیه بده، هر روز با این ور صحبت کنه، با اون ور صحبت کنه، برای این مربی شاخشونو بکشه، اونو نتونستن کنترل کنن و مدیریت کنن. و از این ورم حالا آقای ویلموس که به نظر میاد که آدم بسیار محترمتر از آقای کیروشه، ایشون تمرینات تیم ملی رو باشگاه‌ها رو میره ببینه و حتی تیم امید رفته بود دیده بود، حضور داشته نسبت به آقای کیروش، و به قول شما ایشون هم هنوز چیزی ازش ما ندیدیم که من بخوام دفاع کنم، ولی قطعی یقین رفتارشون، کردارشون معید اینه که ایشون یه شخصیت خوبی دارن. در آستانه بازی با تیم ملی عراق که حساسیت های زیادی هم داره، مدرک اطفان امروز من دیدم یه مطلبی رو که ایشون 3 میلیون دلار قراردادشه و چجوریه چجوری نیست، اصلا در آستانه مسابقه با تیم ملی عراق، اونم تو این شرایط معلومه که تیم حامی جریان ناسالم فوتبال یا تیم حامی کیروش دوباره یه حرکت‌های خزنده داره انجام میده، از سایت‌ها و برنامه‌ها و شبکه‌های داخلی خارجی، و دارن در واقع جو درست می‌کنن برای فوتبال کشورمون. فوتبال کشوری که من خودم منتقد مدیریتش هستم، از صدر رئیس ورزش بگیر تا مسئول فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه، حتی هیئت‌های زیر مجموعه‌اش، من اکثر اینا رو من قبول ندارم، به من نه، کارشناس‌های متخصص و مستفیدان فوتبال قبول ندارم، ولی انگار کاری ازشون بر نمیاد. ما در این حال که منتقد رفتارهای بعد فدراسیونمون هستیم، ولی از این برم اینم تیم ملی کشورمون توی شرایطی قرار گرفته که 3 روز دیگه باید با عراق بازی کنه. من الان اگه از آقای ویلموت انتقاد کنم و یا بیام بگم آقا این پول چقدر گرفته چقدر نگرفته، شما خط و یقین بدونید، خط و یقین بدونید آقای ویلموت هر چقدر گرفته باشه مطابق پولی که بانک سامان به آقای کیروش برای حضور چند ساعته در مشهد برای سخنرانی نمیدونم گرد همایی بانک سامان تو مشهد بود نمیشه، ایشون حتی تو مشهد حاضر نشد بره تیم پدیده رو که اون موقع مسابقه داشت بره استادیوم ببینه، هزینه‌هایی که قطعا از خونه‌ای که برای آقای کیروش گرفته بودن تا
مترجمش که شما ببینید دیگه چه کاری که نکردهش، تا بگیر به دوستان همراهش. ایشون آقای کیروش فقط در این مدت ببین چه کسایی که بغلش قرار گرفتن ولی چون توجه نداشتن اینا رو عوض کردن. از اولین نفر شما حساب کنید، آقای نبی سرپرست تیم بود، آقای ترابیان بگیر تا آقای والیزاده، آقای پیروانی، آقای مقدسی، آقای نمیدونم این هر کدوم از این دوستانی که دور بود، هر کدوم بله اینا همینا رو دونه دونه رد کرد. آخرش آقای ساکت بود که من یادمه توی مصاحبه گفتم آقای ساکت بایستی غلام حلقه به گوش آقای کیروش باشه تا ایشون هم به هم مسلکی‌های سابقش نپیونده، بایستی هر چی کیروش میگه بگه سر من و تا هر چی میگه. حتی من یادم که توی گزارشی هم که آقای تاج برنده ما نوشته بود شکایت به دادگاه اینو قید کرده بود، ولی چون آقای اینا رو ما میگیم بهشون بر میخوره. آقای ویلموس اصلا تو این جریان نیستش. آقای وحید هاشمیان رو که از فوتبالیست های خوش اخلاق تحصیل کرده و کلاس دیده در واقع در سطح بالای اروپا هم داره در کنار تیم قرار گرفته، مربی ایرانی در دروازه‌بان آقای حبیبی دستش. من اعتقادم اینه که دقیقا این تیم رسانه‌ای داخلی و خارجی، دوستانی که حامی بودن منافع آقای کیروش رو تعمیم میکردن و کیروش هم بالطبع منافع اون رو به اصطلاح تعمیم میکرد. من یادمه که ایشون وقتی میخواست کنفرانس مطبوعاتی بذاره صحبت بکنه خودش دعوت میکرد، از این سایت، از این رسانه، از این خبرگزاری، از این روزنامه، از این مجله، این بیاد اون بیاد. درسته که شما میدونی شما وقت میخواد کنفرانس مطبوعاتی بذاری یه بیانیه، یه اطلاعیه فدراسیون میده، حالا روابطومیش یا مدیر تیمهای ملی که سرمربی تیم ملی فلان روز در فلان مکان کنفرانس داره و مردم خبرنگارهایی که علاقه مندن بیرن تصویری، صوتی یا مکتوب یه چیزایی می‌نویسن میارن در اختیار مردم قرار میدن. ایشون انتخاب میکرد. جالبه که همین تیم حامیش کادو میگرفت بعد از اینا، کارت پول میگرفتن، کارت در واقع پاداش میگرفتن. این نشون میده که تیم حامی آقای کیروش دنبال در واقع تخریب، کاش آقای ویلموتس بودن، دنبال تخریب تیم ملی فوتبال کشورمون هستن که تیم ملی کشورمون تو این مرحله به درک عود شد. یعنی تز این دوستان و این آقایون اینه تیم ملی عود بشه ولی منافع ما تامین بشه. فرق ما با اون آقایونی که انتقاد میکنن اینه که ماها و دوستانی که کارشناسی میکنن و علاقمند هستن به فوتبال، بله من به ارکان ورزش و خود فوتبال و مدیریتش انتقاد دارم ولی دنبال منافع نیستم. من نظر من به عنوان یک کسی بالاخره موی سفید کرده توی فوتبال، هرچند جلوی بزرگای خودم که اساتید من هستم من چیزی نیستم دارم این حرفو میزنم، ولی من منافعی رو پیگیری نمیکنم. من از نظر دلسوزی اون چیزی که به نظر من میرسه ولو غلط ولو دور از در واقع ذهن شنوندگان شما، من یه نظری میگم یا بینندگان شما میتونن قبول کنن میکنن میتونن نکنن، ولی دوستانی که این جریان در واقع تخریب آقای ویلموت و یا یه جور در واقع حمایت از آقای کیروش میکنن اینا دنبال منافع شخصی خودشون هستن. چون اگه آقای کیروش بیاد قطعا بازیکنایی که مد نظر دوستان هستن که همه میدونیم کیا هستن اینا به تیم ملی دعوت میشن. وقتی بازیکن به تیم ملی دعوت میشه اگه قرار باشه به فرض یه میلیارد بگیره، وقتی میشه بازیکن ملی باید دو برابر بهش بدن. همون دو برابر شدنش یعنی تامین کننده در واقع منافع این آقایون. بنابراین اگه من از آقای ویلموس دارم حمایت میکنم، یک به خاطر این که هنوز ما این بازی رو انجام ندیدیم، این بازی حیاتی هم هست، دو من به خاطر این که آقای ویلموس حداقل حواشی و رفتارهای زشت و قوی آقای کیروش نداره. ممکنه کیروش یه کاریزما داشته باشه، تیپش، رفتارش به اصطلاح بعضیا رو جذاب کنه، بعضیا رو جذب کنه به خودش. همین رفتار هم میتونه آقای ویلموس از خودش نشون بده، از اونم جوان‌تره، ولی این شأن و این در واقع ادبو داره که رفتار غیر متعارفی از خودش نشون نده.
و من دارم اینجا میگم که مسئولین فدراسیون فوتبال ما اگر باهوش عمل نکنن و اگر توی جریانهای فساد در فوتبال قوطه‌ور بشن و با اونا همسو بشن، این در واقع محتمل است که تیم ما صعود نکنه به جام جهانی. و یقینا بدونید که اینا در این حال که آدم های منفعت طلبی هستن، ولی با زیرکی لازم هم داشته باشن که اینجا دیگه جای شوخی نیست و حمایت کنه تیم ملی. اونم تو این شرایط چرا اصلا ما مخفی کاری باید بکنیم؟ چه ایرادی بگن آقا بله اصلا 3 میلیون دلار بهش دادیم، 8 سال دادیم آقای کروش خورده، ایشون هم یک سال بخوره، چه ایراد داره؟ این هم بازم ضعف مدیریت فوتبال ماست که همه چیزو محرمانه میکنن. جالبه گفته که آقای تاج که من خندم میگیره باز ما که قرارداد آقای ولموس و فدراسیون فوتبال محرمانه است. بعد این چه محرمانیه که 3 روز قبل از بازی یهو میاد اینجوری علنی میشه؟ من نظرم اینه که خیلی باید باهوشتر از این عمل بکنیم و همه تمرکزمون این باشه که تیم ملی فوتبال کشورمون جلوی تیم ملی عراق ان شاءالله سربلند بیاد بیرون، که اگه این اتفاق بیفته شانس صعودمون رو چند برابر میکنه و اگر اتفاق نیفته دنیا به آخر نمیرسه. ولی منافع آدمایی که منفعت طلب هستن و چه داخلی چه خارجی چه سایت چه خبرگزاری اونا تعمیم میشه که این اصلا درست نیست. و همین امیدی هم که داریم برای بهبود شرایط فوتبال کشورمون، من مطمئنم با به کار اومدن به سر سر کار اومدن این دوستان، همون 2000 امیدی هم که داشتیم اونم از همون گرفته میشه. امیدوارم این اتفاق نیفته. دقیقاً با نادرخان و فرجیران ادامه میدیم. اگر گزارش آماده باشه بریم یه گزارش رو ببینیم، برگردیم راجع به بازیکنان که دعوت میشن و یکی دو تا موضوع مال زمان قبلی بود، زمان سرمربی قبلی بود صحبت میکنیم. اگر گزارش آماده باشه سری گزارش ببینیم، برگردیم با نادرخان همراه باشیم. اگر چه سوال نظری ندارم، ولی تنها نامه‌ای که ما زدیم به فیفا و اف سی این بود که زیبنده نیست و موجب شایعه است که داور عرب برای عرب سوت بزنه. چه سوال نظر فنی هم ندارم ولی واسم تکرار میکنم چه سوال نظری ندارم، ولی تنها نامه‌ای که ما زدیم به فیفا و اف سی این بود که زیبنده نیست و موجب شایعه است که داور عرب برای عرب سوت بزنه. چه سوال نظر فنی هم ندارم ولی این رو پذیرفتن و امروز داور رو داور سریلانکایی اعلام کردن، یک دو سبش از این و داور بازی داور سریلانکاست. این به نظر من اتفاق خوبیه برای فیفا و افسی که هر دوشون مشترکن تو این شرکت کردن تو این تصمیم، کار بسیار درستیه. فرجت نباید داور عرب رو میذاشتن برای بازی ما و عراق یا هر کشور دیگه عرب. این اتفاق افتاد و کار بسیار خوبیه. ما هیچ مشکلی الان نداریم برای رفتن به اردن. امیدواریم که دوستان ما بازیکنهای غیور ما سرمربی بتونن از این 3 امتیاز در واقع این که حریفمون تو خونه خودش بازی نمیکنه استفاده کنن، این 3 امتیاز رو ذخیره کنن تا برای دور برگشت مشکل کمتری داشته باشن. خب دیدیم و شنیدیم صحبت‌های آقای تاج رو. به هر حال مهم نیستش که همیشه جمله معروف بزرگان کی کار رو انجام میده، مهم اینه که چه کاری انجام میده. شاید نقد به آقای تاج به عملکردشون خیلی زیاد باشه، ولی به هر حال کارهای خوب هم انجام دادن، مثل همین موضوعی که به هر حال داور عوض شد، چون خیلی خنده‌دار بود به هر حال کشور عربی داور عربی هم سوت بزنه. به هر حال با لابیایی که انجام دادن عوض شد، این شایبه درست نشه و اینا. نادر خان من فقط موضوع کیروش رو ببندم، یه خاطره یادم افتاد تو جام ملت‌ها. به هر حال نیاز به گفتن نیستش که همه ایرانی همه دنیا میدونن، ما ایرانی هم میدونیم ایران یه کشور خیلی ثروتمنده، خصوصا خارجی ها میان تو ایران هم زیاد مهمون نوازی میکنیم ازشون، هم پول خوب میگیرن. آقای کیروش بکنم اگر به تعداد روزهایی که در ایران اقامت داشته حساب بکنیم، گرونترین مربی تاریخ فوتبال دنیا بوده و فکر کنم این رکوردشون گینتس میتونن بنویسن. مثلا سالی شاید حدود 100 روز اینا تو ایران بودن، نمیدونم 1.5 میلیون دلار میگرفتن، حالا یه موضوعات
زیر میز و مشهد و اینا هم که بمونه بین خودشون و پولایی که میگرفتن. یه صحبت کردن که آقا ما تو ایران غذا نداریم بخوریم، بازیکنان هم گرسنه موندن و یه چیزی اگر یادتون باشه چه ملت ها گفت، ولی میگم که ویلموس اصلا این اشاره ها رو نمیکنه، صحبت نمیکنه، چون واقعا هم چیزی نیست. تیم ملی ایران تو بهترین شرایط، لباسای خوب، شرایط خوب، اردوهای خوب، همه چیزشون خوبه، اصلا کلا ایرانی‌ها شرایطشون خوبه. حالا اینکه کیروشی و صحبت میگه تا پول خودش دیر میشد از کسی دیگه وام میگرفت، یادم میاد که شما اون موقع بیانیه دادید راجع به کیروش، درسته؟ بله، من حالا راجع به همین آقای داور که عوض شده، اولا آقای تاج به اشتباه نایب رئیس کنفدراسیون آسیا هستش و رئیس منطقه آسیای میانه، این بالاخره باید از این امکانش استفاده بکنه و خوشبختانه کچره که ما یه خاطره بدی داریم، بازی ایران و عربستان یه مصری عربو گذاشتن آقای الغندوم، اگه یادتون باشه بازی به یه گل سالم آقای استیلی زد و پنالتی رو آقای خدادادی شد، داور برای همیشه محروم شد، ولی اون بازی پنالتی کشید و اون بازی هم ما باختیم که برفتیم برای سوم چهارمی که ما کویت زدیم سوم شدیم. یعنی وجود یه داور عرب با یه تیم عربی طبیعتاً حداقل ذهنیت ایجاد میکنه که حالا داور سریلانکا رو امیدوارم یه قضاوت خوبی داشته باشه. ولی راجع به این که آقای کیروش گفته بودم ما داریم زج میکشیم، اینا در واقع رفته بودن اردوی اسپایدرمن چیز قطر اسپایر. قبل از جام ملت با اسپایر بود، چی بله اسپایر بود، بله خدمتتون هست که اونجا گفته بود که ما اینجا امکان داریم غذا نداریم. من همون موقع بیانیه دیدم گفتم آقای کیروش اولا تیم ملی ایران همچین چیزی نیست، شما وقتی برید تو اون کمپ، اون کمپ بر اساس یه پروتکل و قرارداد فیمابد فدراسیون فوتبال و فدراسیون قطر انجام شده، مضافن که قطری ها یه دینی نسبت به ایرانی ها دارن که توی شرط که کشورهای عربی مثل بحرین و عربستان و امارات اینا رو در واقع کشوندن بیرون و قطع رابطه کردن، ایران حمایت کرد، آذوقه و مازوقه کشتی و غذا و مزا براشون رسوند تا بعد از کشور دیگه رسوده، ایران هم طرفداری کرد. اینا هم به خاطر این رفتارشون از ایرانی ها بهترین پذیرایی کردن. دلیل من هم از آقای مهرداد مسعودی از دوستان خوبمون که نماینده فیفا در دوحه قطر است برای جام جهانی در واقع 2022، ایشون اونجا دقیقا ما رو در جریان میداشت، شاید دوستانی که تو خارج از ایران زندگی میکنه و ایرانی علاقمند است، ایشون میدونه که پروتکلی که امضا میکنن حتی از چایی و تا میوه و نوع غذا، تعداد غذا، هر آنچه که بوده مینویسن. بعد ایشون تو اون شرط میاد میگه ما نداریم. برادر من شما داشتید، خیلی هم اضافه داشت، شما پول یا مفت از بانک‌های دیگر هم گرفتید، از مؤسسات دیگه مثل شرکت آلشپورت قرارداد با آقای جعفری یادمون نرفته که عادل فردوسی‌پور عزیز که ما دوستش داریم در یک برنامه زنده تلویزیونی آقای آبانگا پشت خط بود، گفت آقا دو تا آدم عاقل و بالغ با هم دیگه قرارداد بستن، آقای جعفری نماینده آلشپورت در ایران و خاورمیانه و آقای کیروش سرمربی تیم ملی ایران، که هر بازی 25,000 دلار بگیرن و برای سه تا بازی 100,000 دلار. آقای مقدسی هم این پول گرفته بود و جالبه که رئیس فدراسیون بالاترین مقام اجرای فوتبال مملکت آقای کپاشیان توی این قرارداد به عنوان شاهد امضا کرد. من مدرکشو دارم، اگه خواستید برای شما میتونم. نادر خان ممنون شما هم به خاطر اینکه زیغ وقت داریم میخوام به جنبندی برسیم. به هر حال ممنون از توضیحات شما. اسامی تیم ملی اعلام شد، ویلموس یه اعتقادی که داره بازیکنی که تو تیم باشگاهش بازی نکنه دعوت نمیکنه. حالا ما بعضن داشتیم بازیکنی که تو گینت میتونه ثبت شه زمان آکیروش تیم باشگاهی نشه، یعنی تعداد بازی ملیش از باشگاهش بیشتره. به هر حال ایشون هم دعوت نکرد، بازیکنایی که عادت داره و حالا خیلی از کارشناسا میگن تصمیم درستیه. اگر همکاران منم بیان تو استودیو من رو به دوربین صحبت کنم اینجوری بهتر میشه. به هر حال ویلموتس کسایی رو دعوت میکنه که تو تیم باشگاهی خودش بازی کنه. حالا مثلا بهتر که
بهترینش ببخشید بهترینش علیرضا جهانبخشه. میبینیم که یکی از همین کارشناسا شروع کرد صحبت‌های رسانه‌ای، در حد یه دقیقه اینو جمع‌بندی کنیم که مثلا علیرضا جهانبخش فوتبالیست به نام و دوست داشتنی و با اخلاق و افتخار ایران، به هر حال تو برایتون بازی می‌کنه، ایشون گفتن که تمرین کردن در برایتون انگلیس خیلی مهمتر از بازی کردن در تیم‌های باشگاهی حتی ایرانه، چرا دعوتش نمی‌کنه؟ نظر شما چه؟ در حد یه دقیقه، چون یه سوال یه دقیقه دیگه هم دارم ازتون. من سریع بگم، احتمالاً این حرفو آقای تقوی، محمد تقوی زدن، ایشون در تیم ملی مدتی شاگرد ما بودن و ما افتخار همکاری باشون داشتیم. من نظرم اینه که راجع افراد اگه بخوام صحبت کنیم، اینه که ما عقیدمون رو تغییر ندیم. اگر یه بازیکنی که ذخیره هستش تو باشگاه ولی تو انگلیس هستش میتونه به تیم ملی کمک کنه، این نظر ایشونه. ولی ما مهمترین نظر چطور آقای کیروش وقتی هست، همه میگیم آقای کیروش درست میگه، ایشون درست. به نظر من الان آقای ویلموتس درست میگه و نظر آقای ویلموتس بخصوص تو این زمان کمی که داریم و سه روز مونده مسابقات، الان اصلا مطرح کردن این موضوعات و این حرفها شایبه برانگیزه. به نظر من الان راجع به مسئله نباید صحبت کنیم، الان فقط از تیم ملیمون باید حمایت کنیم. سه روز بعد بشینیم با آقای تقوی، با هر دوستانی، با هر کسی که سایت نمیدونم ورزش تیریه، نمیدونم سایت هایی که حامی آقای کیروش هستن، بشینیم صحبت کنیم. الان موقع فقط حمایت کردن تیم ملیه و باید دنبال این قضیه باشیم. این که حالا ایشون دعوت بشه، آقای جهانبخش هم ما دوست داریم، ولی جهانبخش وقتی بازی کنه موثر میتونه باشه. هرچند آقای کیروش، آقای رامرضاییان اصلا تیم نداشت، تیم ملی دعوت میکرد فیکس هم بازی میکرد، ایشون نظرش این بود. نادر خان، کمان که آقای نادر خان، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم. سوال آخر این که آقای علی پور، مرد دوست داشتنی فوتبال کشورمون، امروز صحبت کردن، گفتن که اسپوردن از این، از الف این که خیلی، و چند تن از کارشناسانه که حالا در رسانه‌های مختلف خصوصا خارجی هستن و داخلی هم دستی بر آتش دارن، دارن شرایطی به وجود میارن تو تیم ملی، شرایط حساسی داره و اینا، نمیدونم کامپیوترها رو بردن و از اینجور مسائل، یعنی تایید حرفای شما بود این موضوع که درسته که آقای علی پور گفتن که به درستی اشاره کردن که فوتبال الان آرامش میخواد، سه روز قبل از بازی حساسمونه، ولی اصلا هدفدار میبینیم که یه سری اصلا سلسله وار شروع کردن، میگم از جای مختلف به ایران کشته شده و اینکه دارن تیم ملی رو تو حاشیه میبرن. به جز آقای علی پور هیچ کس هم اظهار نظر نکرد. 30 ثانیه راجع به این صحبت کنیم. من اعتقادم این که حیف شد آقای علی پور، شاید بعضی دوست نداشته باشن، ولی من بهتون میگم که آقای، الان شما مقایسه کنید سازمان لیگ و کمیته اخلاق رو با زمانی که نبودن. آقای علی پور و آقای از محمدی الان من به شما بگم که قطعا از این آقایون بهتر و سالمتر رو کار میکردن و آقای علی پور به نظر من اگه تو فوتبال بود شناسایی خوبی از افراد فاسد و حتی ارتباطاتش و آدم و خبرنگارا داشت، ولی متاسفانه به جای که از این آدم حمایت بشه، کمکش کنن که کمک کنه که فوتبال ما از پلیدیا و پلشتیا دور بشه، متاسفانه یه جور گذاشتن تو حاشیه و کنار هستن. این به نظر من بازم برمیگرده به سوی مدیریت فوتبال کشورمون، ولی مطمئن بدونی که اونایی که تو فوتبال ما فتنه میکنن و دنبال در واقع رانت و منافع شخصی خوشن، روزی رسوا خواهند شد. انشالله امیدوارم فدراسیون فوتبال ما با این مدیران نالایقش برن کنار، تیم فوتبال ما انشالله بره جام جهانی، هرچند اینا برن جام جهانی میگم ما کردیم، ولی انشالله اینا برن فوتبال ما به راحتی میشه رصد کرد کجا در مفسده است، کجا دارن فساد میکنن، کجا دارن در واقع ممکنه دنبال حمایت های از الان فکر آوردن آقای کیروش هم به جانشینی آقای ویلموتس، این خودش یه فتنه است و خودش یه در واقع برنامه طراحی شده است و مطمئن باش اینا اگر کنترل نشه و اگر مراقبت نشه، همین الان کیروش که برمی‌دارم، یا کیروش که به ایرانی و ایرانی ها اهانت کرد، شکایت کرد فوتبال کشور، فردا انقدر از ایشون تعریف و تمجید میکنن، چنان غالب ما میکنن که ما فکر کنم آقا آسمون باز شد، دوباره یه فرشته نجات به نام کیروش اومد تو فوتبال ما. از روزی که کیروش رفته فوتبال ما آرامش داره. این آرامش رو این دلاله اگه ازده بدن، گفتم سوی مدیریت تو فوتبال ما ازش داد داریم میزنیم، فغان داریم، ولی این آقایون دلاله مطمئن هستم که دنبال آوردن آقای کیروشن که انشالله این اتفاق نیفته. آقا ممنون شما، هم نادر خان
تولدتون هم از تولدتون مبارک، ایشالله سلامتی باشه، سایه شما همه پیشکسوت بالا سر فوتبال باشه. تشکر میکنم، خدا نگهدار شما. دیدیم صحبت‌های شفاف و دوست داشتنی نادرخان فریاد شیران، واقعا آقای خبر دلار، آقای دلارشناس، آقایون عزیز، این همه کام مردم رو تلخ نکنید، حرفایی نزنید که هدفدار باشه. خیلی‌ها نمی‌دونن که شما فقط دنبال منافع خودتونید، با ایجاد موج دارید شرایطی رو درست می‌کنید که تیم ملی نتیجه نگیره، آدمایی که شما دوست دارید بیان دوباره سرمربی تیم ملی بشن و منافعتون دوباره تضمین بشه. به هر حال هر چقدر هم این کارا رو بکنید ماه پشت ابر نمونه، یه روزی دستتون برای مردم رو میشه، هرچند که الانم تقریبا رو شده. امیدوارم که تیم ملی کشورمون مقتدرانه عراق رو ببره و بازی بعدیش هم موفق باشه، مردم اون همیشه شاد باشن. مواظب خودتون باشید، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.